با گذشت هر روز ابعاد فاجعه غرق شدن کشتی مهاجران در آبهای یونان بیشتر می شود. در تازه تری مورد رئیس مجلس سنای پاکستان گفته که شمار اتباع پاکستانی جانباخته در حادثه غرق شدن قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یونان در دریای مدیترانه به بیش از 300 نفر رسیده است. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اعلام یک روز اعضای عمومی در این کشور دستور فوری برای سرکوب شبکه های قاچاق انسان و, همه و همه عواملی که در انتقال غیرقانونی اطباع این کشور به خارج دست دارند را صادر کرد. تعیین شمار جان باختگان این حادثه توسط مقامات پاکستانی در آستانه روز جهانی پناهندگان انجام شده است سازمان ملل همه ساله در روز 20 ژوئن قدرت و شجاعت افرادی که به دلیل مناقشات و آزار و اذیت ناچار به ترک خانه های خود شده اند گرامی می دارد. سازمان ملل شعار امسال این روز را امید دور از خانه تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس آخرین فهرست بنیاد متحد در برابر مرگ پناهندگان در سی سال اخیر حدود پنج و سه هزار پناهجو در راه یا قلم روی اروپا جان باختند. سازمان ملل همچنین روز چهار شنبه 24 خرداد در گزارشی که آن را نوعی کیفرخواست علیه وضعیت کنونی جهان خواند از شمار بی سابقه آوارگان پرده برداشت بر اساس این گزارش در حال حاضر دست کم 110 میلیون نفر در سراسر جهان به دلایل گوناگون از جمله جنگ و مناقشات داخلی مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود شدهاند.